درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. محمد رضا حیاتی هستم، اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز با مجله خبری تحلیلی دیدار در خدمت شما هستم. با ما همراهی بفرمایید. فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ساعت 8 صبح امروز به پایان رسید. برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه، پاستور به کدام نامزد خوش آمد خواهد گفت؟ توضیحات بیژن زنگنه در مورد قرارداد کرسنت، افزایش درخواست ها برای کنار کشیدن جو بایدن از رقابت انتخابات، جو بایدن به رقابت ادامه خواهم داد. حسن روحانی: فیلترینگ را اجرا کردید برای اینکه فیلتر شکن بفروشید. و اکنون مشروع اخبار. ساعت 8 صبح امروز 14 تیر ماه مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و مرحله دوم انتخابات فردا جمعه 15 تیر ماه برگزار می شود. 14 انتخابات ریاست جمهوری که مرحله اول آن با مشارکت پایین بخش بزرگی از مردم ایران همراه بود، اکنون با راهیابی دو چهره اصولگرا و اصلاح طلب به کارزاری بین این دو جناح تبدیل شده است. باید منتظر ماند تا ببینیم روز جمعه مردم چه خواهند کرد و پاستور به کدام نامزد خوش آمد خواهد گفت. در همین رابطه سردبیر برنامه خانم نسرین نیکنام گفتگوی کوتاهی را با ابراهیم اصغرزاده رئیس کمیته سیاسی جبهه اصلاحات داشته که می‌بینید و می‌شنوید. سلام مخاطبان دیدار، امروز در خدمت جناب آقای اصغرزاده هستیم و قراره در مورد موضوع انتخابات دو تا سوال ازشون بپرسیم. جناب اصغرزاده سلام، خیلی خوش اومدین. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. زنده باشید. آقای اصغرزاده، ما فردا انتخابات ریاست جمهوری داریم دور دوم و توی چند شب گذشته هم دو تا مناظره از دو کاندیدای نهایی باقی موندن. ارزیابیتون از اون دو تا مناظره می‌خوایم بهمون بگید. ببینید، انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص فردا یه بزنگاه در تاریخ سیاسی ایران، بزنگاه‌های زیادی بوده ولی این بزنگاه فردا به این دلیل اهمیت داره که ما روی یک انتخابات قطبی شده هفته پیش که بیش از 60% جامعه درش مشارکت نکردن داریم وارد مرحله دوم انتخابات میشیم و مناظره های قبلی بسیار بسیار ساده سازی کردن مسئله بود و مردم نسبت بهش نظر منفی داشتن، هیچ جاذبه ای ایجاد نکرد برای پای صندوق کشوندن مردم. مناظره ها باید اینقدر جوندار باشن و اینقدر ریشه‌یابی کنن مسائل رو که مردم باورشون بشه که این کاندیدای ریاست جمهوری قراره برن یه کاری بکنن و توان انجام اون کار رو دارن. خوشبختانه تو مناظره این مناظره های اخیر که بین مرحله اول و دوم انجام شد، چهره‌ای که از آقای پزشکیان نشون داده شد، پرستیژ یک فرد مقتدر و یک کسی است که قادر هست شعارها و مطالبات عمومی رو پیگیری کنه و من امیدوارم که فردا با استقبال عمومی مواجه بشه. گرچه پیش بینی کردن راجع به انتخابات خیلی کار سختی است و من خودم اصلا خیلی عادت نداشتم هیچ وقت پیش بینی کنم، اصلا اون کار کسانی است که با نظرسنجی ها کار میکنند و اینا، اما امیدوارم که با استقبال عمومی مواجه بشه و ما نامزد انتخاباتیمون در حقیقت مورد اعتماد مردم واقع بشه و رأی بیاره. حالا شما گفتین نمیخواییم پیش بینی کنین، اما من میخوام که یه پیش بینی از انتخابات فردا داشته باشه. فکر کنین پیروز میدان چه کسی است؟ من فکر میکنم پیروز میدان اگر همین روند ادامه پیدا کنه و امدادهای غیبی در کار نیاد که نخواهد اومد، به نظر من تلاش حکومت این خواهد بود که انتخابات سالم انجام بده و رأی‌ها شمرده بشه، آقای پزشکیان با اختلاف چند میلیونی نسبت به آقای جلیلی پیروز میدان خواهد شد. به نظر من بخش مهمی از آراء دور اول آقای پزشکیان باقی خواهند موند
بخشی از آراء آقای اصولگراهایی که الان دچار آشفتگی شدند، بخشی از آراء آقای قالیباف و بخشی از آراء اصولگراهایی که حتی اصولگراها هم قهر داشتن دیگه توی بخشی از اون قطب اصولگرایی و اینها، ما با یک نیروهایی که قهر کرده بودن مواجه بودیم. اونها جذب کمپین آقای پزشکیان شدند. امیدواریم هم این و هم یارگیری و جذب نیرو از بخش قهر جامعه، یعنی اون 60% که به ناراضی هستن و فکر میکنن که رئیس جمهور کاره ای نیست یا نمیتونه مثلا مطالبات اونها رو دنبال بکنه، اونها رو هم بتونیم پای صندوق رأی بیاریم. به نظر من فردا اگر تعداد مشارکت کنندگان بیشتر بشن، اینجا دیگه به نفع آقای پزشکیان و کاندید ما خواهد. پیش بینی من اینه که برای قابل توجهی آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران بشه و بعد از اون ما یک مرحله و یک دوره آرامش و شفافیت در نظام اداری کشور داشته باشیم و دیگه با یه دولت پنهان و توطئه‌ها و پشت برده بازی کردن و افرادی که مثلا برن تو دالان‌های قدرت نقشه بکشن، توطئه بکنن که دولت رسمی و رئیس جمهور رسمی رو از کارایی بندازن مواجه نباشیم و این موازنه قدرت، یعنی این 60% که آگاهانه پای صندوق رأی نیومدن، درس داده باشن به دوستان ما، دوستانی که به عنوان نیروی پشت صحنه دائما در حال نقشه کشیدن هستن و میخوان از منافع این پنهانکاری سود ببرن. همونطور که کاسبان تحریم سود بردن از تحریم، کاسبان این دولت پنهان هم سود میبرن از پنهانکاریشون. امیدوارم ما دیگه در سالهای آینده شاهد یک چنین رفتارهایی نباشیم و انتخاب این بزنگاه اهمیتش به همین دلیله، باعث بشه که دولت رسمی واقعا دولت رسمی باشه، دیگه ما یه دولت پنهان نداشته باشیم و شاهد باشیم، مسئولیت داشته باشه و پاسخگو باشه و بعد تلاش کنه که تمام سطوح قدرت پاسخگو بشن. این اگر اگر بشه، ما دولتمون بازسازی خواهد شد، نظام اجتماعیمون بازسازی میشه و مردم هم دوباره به نهادهای انتخابی در حقیقت و به سیاست و به سیاستمداران و به احزاب اعتماد خواهند کرد و شرایط خوبی رو در آینده خواهیم داشت. یه عدد میگی آقای پزشکیان چقدر رأی دارن، آقای جلیلی چقدر؟ من اصلا نمیتونم اینو بگم، یعنی نه صلاحیتشو دارم، نه تخصصشو دارم، اینو نه سوادشو دارم و نه کار خوبیه که بگم و اینا. اینا رو معمولا شما خبرنگارا، کسانی که جریانات اجتماعی رو تعقیب میکنن، اگه ازشون بپرسی میگن 14-15 میلیون یکیشون میاره، 10-11 میلیون یکیشون میاره، ولی من جرئت نمیکنم این حرفو بزنم. خیلی ممنونم ازتون، خستم نباشید. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در پاسخ به سخنان سعید جلیلی کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی ضمن دعوت از جلیلی برای مناظره گفت: چه ارتباطی بین شما و اسرائیل و آمریکا و عربستان و ابوظبی بود که نگذاشتید این قرارداد اجرا شود؟ او برای اولین بار در مورد قرارداد کرسنت توضیحاتی را ارائه کرد که بخشی از این توضیحات رو با هم می‌شنویم. خب یه بحث دیگه ای که من خدمت دوستان اینجا میخوام بگم، چون شما همه از اندیشمندان کشور هستید، زیاد این روزها در مورد کرسنت صحبت کردن. منم آقای جمعی رو دعوت کردم به مناظره ایشان، وقتش سرش شروع بود نیامدن. حالا من بازم بهشون امروز پیغام دادم که من همچنان بر اون چیزم هستم، گرچه میدونم الان سرشون شروع بود، اما هفته آینده از یک شنبه دوشنبه دیگه فکر کنم سرشون خیلی خلوت بشه، میتونم بشین بیان با هم مناظره کنیم انشالله بعضو داشته باشیم. من همچنان بر پای مناظره هستم. میگن قیمت 40 سنت بوده و در ترکیه 330 سنت بوده، در نتیجه شما یه جنس که 330 سنتی رو فروختین 40 سنت و قیمت خیلی پایین بوده، اینها رو یا مثلا قطر LNGش رو میفروشه 10 میلیون BTU اینها، یا قطر مثلا میفروشه 506 سنت LNGش رو به ژاپن میفروشه، یا صادرات گاز روسیه به آلمان 266 سنته این حرفا رو، یا مثلا قطر همزمان فروخته 130 سنت شما ارزون فروختید و
به همین هم چیز نمیان بکنن، اضافه میکنن خائن بودید، جان جنایتکار بودید، خیانتکار بودید. این حرفا رو هم میزنن. من نفت 100 دلاری فروختم، نفت 5 دلاری هم فروختم. نه 5 دلاری کلا سنم رفت، نه 140 دلاری خیلی زرنگی کردم. هر کدوم چی بوده قیمت بازار شد. قیمت بازار تعیین، قیمت بازار تعیین میکنه که چقدر قیمت یه جنس. خب حالا فرض کنیم اصلا ما خیلی کلا سرمون رفته، خیلی هم ارزون فروختیم. چه موقع اثبات میشه که ما ارزون فروختیم؟ که اون نفر بعدی بیاد جنس رو 1 سنت گرونتر بفروشه. ببینید وزارت نفت جز در دولت آقای میرکاظمی، یعنی در دولت آقای وزیری، در وزارت آقای نوذری، در وزارت آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودن، ولی میگفتن فاسد هم کسی هست بریم باید چی کنیم؟ برخورد کن. سازمان برنامه موافق بوده، بخش از وزارت اطلاعات موافق بوده، وزارت خارجه موافق بوده، وزارت اقتصاد موافق بوده، اینا همه موافق بوده که قرارداد که قرارداد اجرا بشه، فساد هم برخوردش بشه. از یه مقطعی آقای احمدی نژاد هم به شدت موافق میشه. تنها کسی جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بود. خب آخرم زور او یکی به همه رسید. حالا چیز بعدی که من دارم مسئله آقای بابک زنجانیه. بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکمش. آقایون توی ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم ها، شرم‌آوره. اصلا آقای جلیلی باید توضیح بده رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشون چیه؟ چه رابطه‌ای داره آقای زنجانی با ستادشون؟ یه مجرمی که 2.7 میلیارد دلار پول کشور رو پیشش بوده، ما با چه بدبختی دنبال کرد؟ میگن اصلا اینو گرفتن به خاطر اینکه تحریما رو دور نزنن. ای خود ای آقای میرکاظمی منو 10 بار برد تو کمیسیون چیز که چرا علی چیز کار نمیکنی، علی بابک زنجانی، حالا چرا حرف نمیزنی؟ ایدئولوژی اینقدر مقدسه؟ حزب اینقدر مقدسه؟ خودت یادت نیست؟ خودت منو میبردیم که بابک زنجانی رو شما باش کوتاهی میکنی. ما شاکی بودیم برای بابک زنجانی. قوه قضاییه گره، مگه ما میتونیم کسی رو بگیریم؟ مگه ما میتونیم به کسی حکم محکومیت بدیم، زندان بدیم؟ خب بابک زنجانی یه آدمی بود 2.7 میلیارد دلار پول کشور، نه اینکه نفت برده فروخته. ما پول چیز بهش داده بودن قبل از من، پول نقد که بده به افراد. همش قلنابی بود، همش حق بازی بود. کاخ سفید بایدن کنار نمی کشد. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تاکید کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال کنارگیری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور نیست. ژان پیر با رد نگرانی ها در خصوص سلامت روان بایدن گفت رئیس جمهور آمریکا در طول مناظره انتخاباتی مریض بوده است. جو بایدن نیز در تماسی با اعضای کارزار انتخاباتی خود گفت من قصد کنارگیری ندارم، من تا پایان در این رقابت میمانم و پیروز خواهم شد. اما برخی خبرها به تازگی حکایت از آمادگی کاخ سفید برای کنارگیری بایدن از انتخابات نوامبر آینده است. در این زمینه با رحمان قهرمانپور تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. سلام بر شما آقای قهرمانپور. فکر می‌کنید اگر بایدن مجبور به کنارگیری از انتخابات آمریکا بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه فردی که جایگزین بایدن میشه فکر میکنید توان رقابت با ترامپ رو خواهد داشت؟ موضوع انصراف آقای بایدن از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 3 بُعد داره. بُعد اول مسئله حقوقی و قالب حقوقی است که حزب دموکرات باید درست کنه برای اینکه به رأی دهندگان اعلام بکنه که این کار قانونی هست. طبیعتاً در اساسنامه حزب دموکرات باید تغییراتی ایجاد بشه، همینطور در واقع در سایر موضوعات حقوقی، و باید ببینیم که آیا این کار از نظر حقوقی قابل توجیه خواهد بود یا نه.
بود دوم مسئله اقناع اون فعالان سیاسی و دموکرات هایی است که در ایالت های مختلف آمریکا وجود دارند، چون در آمریکا در واقع این سیاست حزبی از پایین به بالا هست، بنابراین اقناع اون بدنه حزب دموکرات، فعالان حزب دموکرات، فرماندار های دموکرات یا افراد دیگر برای اینکه این اتفاق را بپذیرن مهم هست. یعنی اگر بدنه حزب دموکرات در جامعه موافق این کار نباشه، چه بسا حزب دموکرات نتونه اون انسجام درونی خودش را در انتخابات حفظ بکنه و بخشی از آرای خودش را از دست بده. بخش سوم موضوع برمیگرده به کمپین و اصول کمپین. سوال بزرگ اینجا این هست که آیا اگر کس دیگری جز بایدن وارد رقابت با ترامپ شد، در این مدت 3 ماهی که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده، میتواند برنده شود یا نه؟ در این مورد یک ابهام بزرگی وجود داره. اولا به این دلیل که ترامپ یک حریف و رقیب قدری هست و شکست دادن او کار آسانی نیست. مسئله دوم این است که در واقع این نامزد جدیدی که میخواد بیاد، اولا باید اجماع بدنه رو داشته باشه مورد حمایت بخش‌های مختلف حزب دموکرات در ایالت‌های مختلف آمریکا باشه، و ثانیاً در واقع خودش بتونه آمادگی لازم را برای این کار به دست بیاره. معمولاً خب زمانی که یک نامزد فرصت کافی برای آماده شدن نداره، کیفیت رقابت‌های انتخاباتی و کیفیت رقابت او با رقیب کاهش پیدا میکنه. طبیعتاً هر کسی که بخواد در این فاصله 3 ماهه وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه، با انبوهی از موضوعات مواجهه، باید بره سخنرانی بکنه، با بدنه حزب دموکرات ارتباط برقرار بکنه، بتونه در صحنه‌های مختلف سیاسی حضور داشته باشه، و مهمتر از همه این که مردم یا رأی دهندگان در ایالت‌های مختلف او رو بشناسن. چون به هر حال ببینید سیاستمدارانی که در سطح محلی یا منطقه‌ای کار میکنن، یا حتی سیاستمدارانی که در سطح ملی کار میکنن، اینجور نیست که برای مثلا بالای 90% مردم شناخته شده باشن. این در حالی است که در کمپین‌های انتخاباتی شناخته شده بودن نامزد و معروفیت و اشتهار او مسئله بسیار مهمی است. و حالا پرسشی که پیش میاد اینه که آیا حزب دموکرات میتونه در این فاصله 3 ماهه کسی را به عنوان جانشین بایدن در رقابت‌های انتخاباتی معرفی کنه و بتونه او را در این مدت کم به اکثریت جامعه آمریکا بشناسونه و از طرف دیگه اونها را قانع بکنه که در واقع او فرد شایسته‌ای برای رقابت‌های انتخاباتی است. بنابراین در بخش سوم، یعنی بخش کمپینی، هم حزب دموکرات با چالش‌های جدی مواجهه. یکی از موضوعات مهم و جذاب در مناظره‌های انتخاباتی مسئله اینترنت و فیلترینگ و فروش VPN هاست که نامزدهای انتخاباتی رو برای پاسخگویی با چالش جدی مواجه کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در این زمینه مطالبی را بیان کرده و جناح مقابل را به اعمال فشار در این جریان متهم کرده است. روحانی گفته در مسئله اینترنت چه بلایی سر مردم آوردید؟ در فیلترینگ چه بلایی سر مردم آوردید؟ طرح صیانت را بردید مجلس، فیلترینگ را اجرا کردید برای اینکه فیلتر شکن بفروشید. این کاسبی حلال بود کردید؟ اینجور با مردم رفتار کردید، فرهنگ جامعه را تخریب کردید. وقتی فیلتر شکن نبود و شرایط قبلی بود و اینترنت باز بود، خیلی از اقدامات را میشد از لحاظ اخلاقی و فرهنگی انجام داد، ولی شما دروازه را باز کردید. چقدر شغل را از بین بردید؟ اینکه شما در اشتغال موفق نمیشوید، یک عاملش این است که فضای مجازی را بستید و از بین بردید. بسیاری از شغلها در همین فضای مجازی درست می شد. در سالهای آخر، در سال حدود 70 تا 100 هزار شغل به خاطر فضای مجازی به وجود می آمد. در این رابطه گفتگوی داریم با دکتر امیر دبیری مهر، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی. آقای دبیری مهر،
سلام میکنم خدمت شما. سوال من اینه که اصلاً مسئله اینترنت و فیلترینگ از اختیارات رئیس جمهور و رئیس جمهور آینده واقعاً میتونه فیلترینگ رو رفع کنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. در خصوص مسئله فیلترینگ من ذکر دو نکته رو ضروری میدونم. نکته اول این استش که ما مسئله فیلترینگ در ایران رو یک مسئله فرهنگی و سیاسی نمیبینیم، بلکه اون رو در چارچوب اقتصاد سیاسی میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلترینگ یک تصمیمی هست که تصمیم گیرندگانی گرفتند، اما هدایت کنندگان و تصمیم سازان کسانی هستند که نه سیاست براشون مهمه، نه امنیت، نه فرهنگ، نه مصلحت و منافع عمومی، بلکه پول برای اونها مهمه، نفع مالی براشون مهمه. شبکه‌ای که فیلتر شکن داره در کشور ما درست میکنه، شرکت‌هایی که دارن اینترنت میفروشن ذینفعان اصلی فیلترینگ هستند. کسانی که با مباحث فنی آشنا هستند کاملا نکته‌ای که عرض میکنم را میدانند که منظورم چی هست و چه کسانی. و واقعا باعث تأسف هست که حاکمیت و تصمیم گیران ما در زمین ذینفعان در واقع مخالف منافع کشور دارن بازی میکنن. فیلترینگ یک همچین ماجرای تراژیک و دردناکی داره. طبیعی هم هست، من دلیل ساده‌ای دارم. یک زمانی شرایط امنیتی ایجاب میکنه شما یک محدودیت هایی در ارتباطات ایجاد کنید، اما چه میشود که وقتی شرایط امنیتی رفع میشه دوباره شما همون وضعیت اول رو ادامه میدید؟ مثل یه کسی که آموکسیسیلین میخوره که جلوی گسترش چرک در بدنش گرفته بشه، ولی بعدن شبکه های داروساز و داروفروش به او میگن که نه تو همینجور آموکسیسیلین بخور و ادامه بده تا آخر عمر. خب اینا دارن اون رو نابود میکنن به خاطر نفعی که از فروش آموکسیسیلین دارن. کسانی که نفع از فروش فیلتر شکن دارن و از فروش اساساً اینترنت دارن، چون میدونید وقتی ما فیلتر شکن نصب میکنیم مصرف اینترنتمون خیلی بالا میره و جیب یه عده پر میشه. برای حاکمیت که باید بیطرف باشه و منافع ملی رو بر هر منفعتی ترجیح بده واقعاً زیبنده و شایسته نیست. در مورد سوال دوم این است که آقای رئیس جمهور نقش دارد؟ حتما نقش دارد. چرا نقش ندارد؟ یه عده میگن رئیس جمهور نمیدونم یه رأی داره یا نماینده دولت یه رأی داره در اون کمیسیون یا اون کمیته. من این رو واقعا قبول ندارم به دو علت. اولا ترکیب اون کمیسیون و کمیته باید عوض بشه و باید ذینفعان ملی هم باشن. حاکمیت کی بهش حق داده که در مورد حقوق اولیه ی مردم تصمیم گیری بکنه؟ حاکمیت به نمایندگی از مردم باید رگولاتوری و تنظیم مقررات بکنه. یک سویه نیست این قضیه، اگرم باشه اصلا نامشروع و نامقبول و باطل هست. دوم این که رئیس جمهور و دولت قدرت چانه‌زنی داره، ابزار در دست اون هست. رئیس جمهور طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجری قانون اساسی هست و وظیفه داره که از حقوق ملت دفاع کنه. امروز عزیزان من در دنیا دیگه دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کف حقوق مردم هست. این چه معنی داره که یه شهروند ایرانی صبح پاشه نیم ساعت بزنه هی روی این گوشی که فیلتر شکن نصب بشه، نمیدونم پراکسی وصل بشه، وی پی ان وصل بشه، و بعد اینقدر هزینه بده بابت اینکه میخواد تو شبکه اجتماعی باشه، اظهار نظر کنه، تو گروه‌های خانوادگی باشه؟ این یک ظلمه، این یک تضییع حقه. رئیس جمهور وظیفه داره از طریق لابی، از طریق حتی ارسال لایحه به مجلس و از طریق اقناع کنندگی، نه لزوما دعوا، از حقوق ملت در این مسائل پیش پا افتاده و پایه‌ای البته دفاع بکنه. این به نظر من
پاسخ این مسئله هست و کوتاهی از جانب دولت‌ها در این خصوص پذیرفته نیست. ادامه تجمعات اعتراضی کارگران و بازنشستگان برای احقاق حقوق خود. کارکنان ارکان ثالث حفاری شرکت نفت اهواز، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و رانندگان وسایل نقلیه سنگین در یاسوج روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع کردند. شش چهره برجسته عدالت اقتصادی و اجتماعی مشهور به حلقه دین و اقتصاد با حمایت از مسعود پزشکیان مردم را دعوت کردند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند و به پزشکیان رأی بدهند. یکی از این شش چهره برجسته دکتر حسین راغفر است. از او دلیل این حمایت و شرایط پیش روی کشور در حوزه اقتصادی را پرسیدیم که با هم می‌بینیم و می‌شنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجانب به آقای دکتر پزشکیان رأی میدم به جهت ویژگی‌های شخصی خودشون که صداقت، سخت کوشی، مردم دوستی و وفای به عهد هست. ایشون متحد شدند به سه مؤلفه اساسی در برنامه هاشون. یکیش ریشه‌کنی گرسنگی است، دومی آموزش همگانی است که یکی از تعهدات قانون اساسی است و همینطور تعهد دیگر قانون اساسی پایبندی به ارائه خدمات سلامت به همه آحاد کشور هست. به این سه دلیل من به آقای پزشکیان رأی میدهم و هیچ امید و یا انتظار معجزه‌ای به در حوزه اقتصاد ندارم، اگرچه فرصت‌های بزرگی برای تعهدات اقتصادی وجود داره که برنامه‌های اونها هم کاملا امکان پذیر هست، اما به هر صورت با توجه به موانعی که در داخل ساختار کشور وجود داره بنده دل به معجزه نبستم و با توجه به مقدوراتی که در اختیار دولت هست تصور میکنم که انتخاب اصلح در شرایط کنونی هستم. محدودیت‌های اینترنتی در ایران بدتر از چین است. بیش از 84% مردم از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش فصلی انجمن تجارت الکترونیک تهران، ایران و چین وضعیت مشابهی در رده‌بندی‌های محدودترین کشورهای دنیا، پایین‌ترین رتبه‌ها در بین 100 کشور را دارند. اما در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال، رتبه چین از ایران بهتر است. چین از لحاظ سرعت و اختلال اینترنت رتبه 61 را در گزارش کلود فلر و 87 را در گزارش کروکس دارد، در حالی که این رتبه ها برای ایران به ترتیب 97 و 90 است. این گزارش می افزاید آمارهای مهاجرت نیروی انسانی و از دست رفتن استارتاپ ها و خروج سرمایه نشان می دهد که به طور کلی از نظر فعالان صنفی این حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بر اساس گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، 84% مردم از فیلتر شکن استفاده می کنند و بیش از 90% کاربران به شبکه‌های اجتماعی بازگشتند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در 21 ایالت آمریکا برگزار می شود. دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن اعلام کرد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در 21 ایالت آمریکا روز جمعه 5 جولای برابر با 15 تیر ماه برگزار می شود. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با مجله خبری تحلیلی امروز دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.